سلام به دوستان همیشگی فارسی نت. خیلی ممنون که باز هم ما رو انتخاب کردین. در این ویدیو میخواییم در مورد درمان خواب رفتگی دست و پا با اتون صحبت کنیم. پس همراه ما باشید. بی‌حسی در دست و پا به علت آسیب، فشردگی و یا التهاب در اعصاب رخ میدهد. این اتفاق با علائمی مانند بی‌حسی، ضعف عضلانی و غیره شروع میشود و اگر وضعیت بدتر شود، ممکن است کنترل اعصاب حرکتی از دست برود. در ابتدای شروع بی‌حسی و خواب رفتن دست و پا، برای پیشگیری از عوارض شدید عصبی باید مورد بررسی و درمان قرار گیرد. این بیماری بسیار رایج و خطرناک است، زیرا می تواند به بسیاری از بیماری های جدی عصبی منجر شود. بسته به علت بی‌حسی در دست و پا، بیماران نیاز به روش درمان مناسب دارند. علل شایع بی‌حسی در دست و پاها چیست؟ علت فیزیولوژیکی. هنگامی که بدن در وضعیتی قرار می گیرد که رگ‌های خونی و عصبی به مدت طولانی فشرده می شود، خون انباشته می شود و جریان داشتن دشوار است. در این حالت، رگ‌های خونی اسید تولید می کنند و باعث احساس بی‌حسی و خواب رفتگی در دست و پاها می شود. افرادی که دارای سیستم ایمنی ضعیفی هستند، هنگام تغییر محیط، مانند آب و هوای بادی، سرد و یا گرم، تأثیر بسزایی دارند و آسیب می بینند. گاهی برخی از داروها نیز ممکن است باعث ایجاد بی‌حسی در دست و پا شوند. زنان باردار، کودکان مبتلا به سوء تغذیه یا سالمندان از ضعف رنج می‌برند، اغلب با کمبود ویتامین‌های B1 و ویتامین B12، کلسیم، پتاسیم و یا اسید فولیک مواجه هستند که منجر به بی‌حسی دست و پا خواهند شد. بیماری‌های دستگاه عصبی مانند دیسک، آسیب عصبی و بیماری‌های قلبی عروقی، میگرن یا کم‌خونی نیز ممکن است باعث کمبود یا عصب در دست و پا شوند. سایر علل بی‌حس شدن در دست و پا ممکن است از عفونت، سل، مسمومیت با مس، سرب، جیوه یا مواد شیمیایی صنعتی باشد. شناسایی علل بی‌حسی بسیار مهم است. در صورتی که این وضعیت به سایر قسمت‌های بدن گسترش یافت، باید برای ارزیابی به یک پزشک متخصص مراجعه کنید. اگر بی‌حسی شما همراه با فلج یا ضعف، مشکل صحبت کردن، سردرگمی یا سردرد ناگهانی یا سرگیجه باشد، باید به پزشک خود مراجعه کنید. حالا می‌ریم سراغ درمان‌های خانگی مفید و مؤثر برای بی‌حسی و خواب رفتن دست و پاها. 1. کمپرس گرم. روش اول، یک عدد حوله را در آب گرم بخیسانید، آب اضافه آن را بگیرید و سپس به مدت 10 دقیقه بر روی منطقه مورد نظر اعمال کنید تا زمانی که احساس بهتری داشته باشید. همچنین می توانید از اعمال مستقیم آب گرم بر روی قسمت مورد نظر احساس ناراحتی خود را کاهش دهید. از این درمان تا زمانی که بی‌حسی شما از بین برود استفاده کنید. روش دوم، یک فنجان برنج و یک جفت جوراب را آماده کنید. برنج را داخل جوراب بریزید و سپس آن را در مایکروویو برای مدت 3 دقیقه قرار دهید. پس از حرارت دادن، جوراب را به مدت 5 دقیقه در قسمت‌های مورد نظر اعمال کنید. 2. ماساژ. روش اول، روغن نارگیل را روی پوستتان اعمال کنید و به آرامی ماساژ دهید که باعث روانکاوی و از بین رفتن سختی‌های بدن می‌شود. این روغن باعث افزایش گردش خون بین مفاصل خواهد شد. بنابراین توصیه می‌شود که از روغن نارگیل پس از حمام استفاده کنید تا بهترین نتایج را به دست آورید. 2 تا 3 قاشق چایخوری روغن نارگیل را در قسمت‌های بی‌حس بدنتان اعمال کنید و با انگشتتان به مدت 5 تا 7 دقیقه به آرامی ماساژ دهید. این درمان را هر روز به مدت 2 هفته تکرار کنید. روش دوم، روغن زیتون همچنین یک درمان خوب برای بی‌حسی است، زیرا خواص آن کمک می‌کند تا مایچه‌ها و اعصاب شل و آرام شوند و همچنین گردش خون را افزایش می‌دهد. به منظور بهبود علائم خفیف فقط باید اقدامات ساده را انجام دهید. 2 قاشق چایخوری روغن زیتون را به مدت 1 تا 2 دقیقه درون مایکروویو گرم کنید و روی قسمت مورد نظر به مدت 7 تا 8 دقیقه ماساژ دهید و سپس بشویید. 2 بار در روز قبل از خوابیدن و بعد از بیدار شدن این درمان را اعمال کنید. همچنین می توانید این درمان ها را با روغن خردل، استخدوس و رزماری نیز انجام دهید. 3. ورزش کردن. روش اول، به مدت 15 دقیقه در خانه ورزش های ساده دست و پاها را انجام دهید و یا می توانید در محیط کار حرکات کشیشی را امتحان کنید. روش دوم، به مدت 20 تا 25 دقیقه در طول روز ورزش های هوازی انجام دهید که برای درمان بی‌حسی دست و پاها بسیار تاثیرگذار خواهد بود. روش سوم، 3 تا 4 بار در هفته از شنا و دوچرخه سواری و دویدن و پیاده روی کردن لذت ببرید که باعث افزایش گردش خون و کاهش بی‌حسی می شود. تا
توجه. فقط اطمینان حاصل کنید که لباس و کفش شما راحت باشد. علاوه بر این، فقط باید تمرینات کم اثر و سبک را انجام دهید. 4. زردچوبه. روش اول. زردچوبه حاوی ترکیباتی به نام کورکومین است که به بهبود جریان خون در بدن کمک می کند. همچنین خواص ضد التهابی زردچوبه به کاهش درد و ناراحتی در نواحی بی‌حسی نیز کمک می کند. یک قاشق چایخوری پودر زردچوبه را در یک فنجان شیر حل کنید. این محلول را روی شعله کم حرارت دهید و مقدار اندک عسل به آن اضافه کنید و روزی یک بار بنوشید تا جریان خون در بدنتان بهبود یابد. همچنین می توانید نواحی مورد نظر را با استفاده از خمیر پودر زردچوبه و آب به مدت چند دقیقه ماساژ دهید. روش دوم. اگر دچار گردش خون ضعیف هستید می توانید هر روز از مکمل‌های زردچوبه استفاده کنید. البته قبل از مصرف هر گونه مکمل باید با پزشک مشورت کنید. 5. نمک اپسون یا سولفات. 4 تا 5 قاشق غذاخوری نمک اپسوم را به یک وان آب داغ اضافه کنید، به خوبی هم بزنید و سپس 15 دقیقه پایتان را در آن بخیسانید. برای رسیدن به نتیجه بهتر این روش را 3 تا 4 بار در هفته انجام دهید. توجه، از انجام این روش برای افرادی که دچار مشکلات کلیوی یا دیابت هستند جلوگیری شود. 6. دارچین. روش اول. یک قاشق چایخوری پودر دارچین را با یک فنجان آب گرم ترکیب کنید و روزانه یک بار بنوشید. روش دوم. یک قاشق چایخوری پودر دارچین را با یک قاشق چایخوری عسل و یک فنجان کوچک آب گرم ترکیب کنید و به خوبی هم بزنید. هر روز بعد از صبحانه به مدت یک ماه این ترکیب را بنوشید. بعد از آن بلافاصله یک لیوان کوچک آب گرم مصرف کنید. 7. فلفل کائن. دو قاشق چایخوری پودر کائن، یک قاشق غذاخوری زنجبیل و یک قاشق غذاخوری سیر و یک فنجان آب را با هم قاطی کنید. این نوشیدن را یک بار در طول روز تا کاهش علائم بی‌حسی مصرف کنید. 8. بابونه. روش اول. دو قاشق غذاخوری پودر بابونه خشک شده را با کمی آب در یک کاسه ترکیب کنید تا زمانی که یک ماسک غلیظ به دست آورید و سپس آن را روی قسمت‌های بی‌حس بدن خود اعمال کنید تا زمانی که علائم کاهش پیدا کنند و سپس پوست خود را با آب گرم بشویید. روش دوم. یک قاشق چایخوری پودر بابونه خشک شده را با یک فنجان آب درون قابلمه بریزید و به خوبی هم بزنید و اجازه دهید به مدت 3 تا 4 دقیقه بجوشد و 5 دقیقه صبر کنید، سپس بنوشید. شما می توانید یک تکه یخ در آن بریزید. هر روز صبح ناشتا مصرف کنید و این نوشیدنی در کاهش علائم بی‌حسی بسیار تاثیرگذار خواهد بود. 9. لوبیای قرمز و زنجبیل تازه. درون یک قابلمه 100 میلی لیتر آب بریزید و اجازه دهید تا به جوش آید. سپس برگ‌های نعنا را به آن اضافه کنید و بعد 50 گرم لوبیای قرمز، 3 تیکه زنجبیل تازه و شکر را در آن بریزید. این نوشیدنی را روزی یک بار مصرف کنید و برای خلاص شدن از بی‌حسی به خصوص در زمستان بسیار تاثیرگذار خواهد بود. 10. مصرف غذای غنی از منیزیم. مصرف غذای غنی از منیزیم مانند آووکادو، ماهی، کره، ماست بدون قند، موز، لوبیا برای بهبود علائم بی‌حسی به طور روزانه توصیه می‌شود. 11. مصرف غذاهایی حاوی ویتامین B. ویتامین B12 و ویتامین B6 در بهبود عملکرد سیستم عصبی نقش مهمی ایفا می‌کند. بنابراین جذب و مصرف این ویتامین‌ها با مقدار کنترل شده برای درمان مناطق بی‌حس بدن بسیار مهم است. ماهی قزل‌آلا، ماهی تون، شاهمایی چند بار در هفته توصیه می شود. گوشت گاو، بوقلمون، گوسفند و ماست نیز حاوی ویتامین B هستند. برای جذب ویتامین B6 می توانید غذای غنی از این ویتامین را مانند سینه بوقلمون، پسته و آووکادو مصرف کنید. 12. ویتامین D. کمبود ویتامین D3 موجب درد مزمن و برخی بیماری های خود ایمنی شناخته نشده می شود که باعث بی‌حسی و خواب رفتن دست و پا خواهد شد. بنابراین هر روز زمانی را در خارج از منزل برای جذب نور آفتاب سپری کنید. غذاهای غنی از ویتامین D مصرف کنید و یا با مشورت پزشک از مکمل ویتامین D به صورت روزانه استفاده کنید. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراه تیم فارسینت بودین. لطفا ما رو سابسکرایب کنید و برای دیدن ویدیوهای بعدی ما زنگولک کنار سابسکرایب رو هم بزنید.
لطفاً با نظرها و کامنتاتون به ما انرژی بدین و ما رو حمایت کنین. شب و روزتون خوش.